سلام میکنم به همه عزیزان، خوش اومدید به این جلسه که در اون میخوایم با همدیگه راجع به مفهوم، میتونم بگم دیگه مهمترین مفهوم نظریه بازی ها، یعنی تعادل نش صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا تعادل در بازی داستانش چی هست. در این جلسه من دوباره غیر رسمی فقط تعریف میکنم و در ویدیو بعد تعادل نش رو به صورت رسمی تر و ریاضی تر با هم تعریف میکنم. ببینید، تعادل نش و کلن تعادل در هر سیستمی هدفش اینه که پیشبینی بکنه که اون سیستم قراره در چه نقطه‌ای قرار بگیره، یعنی خروجی سیستم چه چیزی خواهد بود. خب یعنی در مثلا در بازی که ما الان جلسه قبل بررسی کردیم که من اینجا براتون آوردم، ما دوست داریم بدونیم که خروجی این سیستم چه نقطه‌ای خواهد بود، یعنی آیا شرکت‌ها در نهایت هر دو قیمت بالا رو انتخاب می‌کنن، یکی قیمت بالا یکی پایین، یا هر دو قیمت پایین. و تعادل نش یک تعریفیه که به ما یک نوع خاصی از پیشبینی رفتار بازیگران در بازی رو میده و اون همینه که به ما میگه اگر همه بازیگرها عقلانی تصمیم بگیرن، به این معنی که هر کدوم سود خودشون رو حد اکثر بکنن، چه اتفاقی در بازی خواهد افتاد. خب پس بذارید من تعریف تعادل نش رو اینجا بنویسم به صورت غیر رسمی و بعد بریم و روی این بازی ببینیم که تعادل نش چه نقطه‌ای هست. تعادل نش تعریفش به این شکلی که نقطه‌ای که در آن هیچ یک از بازیگران، در حقیقت هیچ بازیگری، با فرض ثابت بودن بازی بقیه، این خیلی فرض مهمیه، در صورت تغییر بازی خود سودش بیشتر نشود. خب بذارید من اینو براتون یه مقداری توضیح بدم. تعادل نش داره میگه که اگر ما در یک نقطه‌ای قرار داریم، یعنی من الان دارم یه بازی میکنم، یک نفر دیگه یه بازی دیگه میکنه، نقطه‌ای تعادل نشه که من با تغییر بازیم نتونم سود بیشتری کسب کنم. و این خیلی خیلی تعریفه قابل درک و شهودیه، برای اینکه من اگر بتونم با تغییر بازیم سود بیشتری کسب بکنم، خب بازیمو تغییر میدم دیگه. و نش داره به ما میگه که اگر ما در یک نقطه‌ای بودیم که هیچ بازیگری نمیتونست با تغییر بازی خودش سود بیشتری کسب بکنه، اون نقطه تعادله، یعنی ما در اون نقطه میمونیم و اون نقطه یکی از رفتارهای بسیار قابل پیشبینیه که در اون سیستم میتونه رخ بده. خب از اونجایی که من مطمئنم که من هر چقدر توضیح بدم این مفهوم رو نمیتونم برای هیچ کس جا بندازم با حرف زدن و یک مثال میتونه کار اون توضیحات منو خیلی بهتر انجام بده، من میرم سراغ این مثال. ببینید، من میخوام ببینم که از تمام خروجی های ممکنه این بازی که نقطه 1، نقطه 2، نقطه 3 و نقطه 4 هست، کدومشون تعادل نشه. به این معنی که در اون نقطه هیچ بازیگری نمیتونه بازیش رو عوض بکنه و سود بکنه و در نتیجه اون نقطه خیلی قابل رخ دادنیه. بیایید از نقطه 1 شروع بکنیم. در این نقطه هر دو بازیگر دارن قیمت بالا رو انتخاب میکنن و هر دو دارن 1000 تا به دست میارن. خب حالا بازیگر 1 میاد فرض میکنه که بازیگر 2 در همین بالا باقی میمونه، یعنی قیمتش رو همین بالا نگه میداره. در این صورت به خودش میگه که من اگر از بالا قیمتم رو ببرم به یک قیمت پایین‌تر، در این صورت سودم میشه 1500 تا، چون همه تقاضای بازار دیگه میاد سراغ من و من میتونم سود خیلی زیادی کنم. و بنابراین بازیگر 1 انگیزه داره که از نقطه 1 بره به این نقطه 3 و این نقطه تعادل نش نیست. چرا؟ چون تعادل نش نقطه‌ای بود که هیچ بازیگری انگیزه ای نداشته باشه که بازیش رو عوض کنه و اگه بازیش رو عوض کنه سودش بیشتر نشه. اما اینجا دیدیم که سود این بازیگر بیشتر شد. همین اتفاق برای بازیگر 2 هم میفته، یعنی 2 هم اگه بازیش رو عوض بکنه با فرض اینکه 1 بازیش رو ثابت نگه داره، سودش از 1000 میشه 1500 و بنابراین نقطه 1 یک نقطه تعادل نش نیست. بریم سراغ نقطه 2. نقطه 2 بازیگر 1 داره 200 تا به دست میاره و بازیگر 2 داره 1500 تا به دست میاره، به این دلیل که بازیگر 1 قیمت رو بالا تعیین کرده و همه تقاضای بازار داره میره سراغ بازیگر 2 و اون داره خیلی سود میکنه. در این شرایط بازیگر 1 با خودش میگه خب اگر بازیگر 2 قیمتش رو در پایین ثابت نگه داره، من اگر به جای قیمت بالا یک قیمت پایین عرضه بکنم،
سودم از 200 میشه 600 و بنابراین سودش بیشتر شده، یعنی این جمله برقرار نیست، یک بازیگر انگیزه داره بازیش رو تغییر بده و در نتیجه این نقطه هم تعادل نش نیست. همین جوری میشه نشون داد که نقطه 3 هم تعادل نش نیست. خب در مورد این دو نقطه یک نکته ای رو باید دقت بکنید و اون اینه که بازیگر دو من اینجا داره 1500 تا به دست میاره و خب با خودش فکر میکنه که اگر بازیگر یک در همین بازی بالاش باقی بمونه، من اگر به جای پایین قیمت رو بالا بیارم به جای 1500 میشم 1000 و سودم کم میشه و بنابراین بازیگر دو سودش بیشتر نمیشه. خب یعنی برای بازیگر دو این گزاره سازگاره، ولی برای بازیگر یک این گزاره سازگار نیست و حتی اگر یک بازیگر انگیزه‌ای برای تغییر داشته باشه اون نقطه نمیتونه تعادل نش باشه. دقیقا به همین دلیل که ما به این میگیم بازی، چون بازی همه بازیگرها مهمه در تعیین سرنوشت بازی. و خب نقطه 4 آخرین نقطه ایه که ما امید داریم این نقطه تعادل نش باشه. بیایید ببینیم که آیا تعادل نش هست یا نه. در این نقطه هر دو بازیگر قیمت رو پایین تعیین کردن و بازیگر یک داره 600 تا به دست میاره، بازیگر دو هم 600 تا. بازیگر یک با خودش فکر میکنه که اگر بازیگر دو در همین قیمت پایین باقی بمونه، بازیش رو عوض نکنه با فرض ثابت بودن بازی بقیه، من اگر قیمتم رو از پایین ببرم به بالا سودم از 600 میشه 200، یعنی سودم بیشتر نمیشه، سودم داره عملا کم میشه 400. پس این کار رو نمیکنه. بازیگر دو هم با خودش میگه که اگر بازیگر یک در پایین باقی بمونه، قیمتش رو پایین نگه داره، من اگر از پایین برم به بالا سودم از 600 میشه 200 و کم میشه، پس من همین کار رو نمیکنم. یعنی در این نقطه هیچ بازیگری نیست که با فرض ثابت بودن بازی بقیه در صورت اینکه بازیش رو عوض بکنه و بره از پایین به بالا سودش بیشتر بشه و سودش بیشتر بشه و همه سودشون کمتر میشه و بنابراین این نقطه یک نقطه تعادل نش هست، به این دلیل که هیچ بازیگری انگیزهی برای تغییر نداره و کل حرف تعادل نش همینه. یعنی شما همین یک جمله رو در مورد تعادل نش باید یاد بگیرید. حالا معادلات ریاضیش خیلی پیچیده خواهد شد به زودی، ولی کل حرف همینه که نقطه ای تعادل نشه که هیچ بازیگری انگیزهی برای تغییر نداشته باشه. خب حالا برای اینکه این مفهوم بیشتر براتون جا بیفته، من یک مثال دیگه هم میخوام حل بکنم که این هم یکی از معروفترین بازی های نظریه بازی ها هست که باهاش سعی میشه رفتار متقابل در حقیقت زوج ها رو مدل بکنم. خانم ها و آقایون وقتی که در یک موردی به مشکل میخورن، یعنی در حقیقت میخوان یک تصمیم جمعی بگیرن و ترجیحاتشون متفاوته، طبق کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی چجوری تصمیم میگیرن. داستان هم از این قراره که یک خانوم و یک آقایی که با هم دارن زندگی میکنن و فعلا هم فرزندی ندارن و همه تصمیم ها رو خودشون میگیرن، میخوان برن به یک کنسرت و دو تا کنسرت موجود هست، یکی کنسرت باخ اجرای قطعاتی از باخ و یکی کنسرت استراوینسکی و خانوم میتونه یکی از این دوتا رو انتخاب کنه. آقا هم همینطور میتونه بی رو انتخاب کنه یا اس رو، باخ رو یا استراوینسکی، و به همین دلیل به این بازی میگن بازی بی او اس. البته یک دلیل دیگه هم اینه که باتل آف سیکسز، یعنی درگیری بین دو جنس مخالف، ولی باخ و استراوینسکی هم در کتاب های مختلفی مثل کتاب آقای آزبورن گفتن بهش. داستان ادامش از این قراره که آقا به باخ علاقمنده و خانم به استراوینسکی علاقمند و میخوان تصمیم بگیرن که ما چی کار بکنیم و کدوم رو انتخاب بکنیم. پس الان در این بازی ما بازیگرها رو شناختیم، طبق همون چیزهای جلسه قبل دیدیم خانم و آقا، اکشن هایی که هر کدوم دارن یا اعمالی که میتونن انجام بدن رو شناختیم، میتونن برن به کنسرت باخ یا برن به کنسرت استراوینسکی و حالا مونده که ترجیحاتشون رو مشخص بکنیم. و ترجیحات از این قراره که اگر آقا بره به اونی دوست داره یعنی باخ و خانم هم بره به اونی که دوست داره یعنی استراوینسکی، هر کدوم یک مقدار کمی خوشحال میشن، یعنی یک سودی من میذارم یک واحد خوشحالی به دست میارم. چرا یه مقدار کمی؟ برای اینکه با هم نیستن و این ناراحتشون میکنه. حالا اگر آقا بره به استراوینسکی که دوست نداره و خانم بره به باخی که دوست نداره، یعنی این نقطه گوشه بالا سمت راست، در این صورت دیگه هر دو
هیچ سودی به دست نمیارن، چون نه با هم بودن و نه کنسرتی رفتن که دوست داشتن. اما این دو نقطه جذاب‌تره، یعنی نقطه باخ و باخ و استراوینسکی و استراوینسکی. چرا؟ چون اگر هر دو برن به باخ، آقا خیلی خوشحال میشه، من میگم سه واحد خوشحال میشه، ببخشید سود آقا که بازیگر دوم هست رو من این گوشه پایین می‌نویسم، یعنی آقا سه تا سود به دست میاره و خانم دو تا سود به دست میاره. چرا سود خانم کمتره؟ به این دلیل که خب آقا بود که باخ رو دوست داشت و خانم باخ رو دوست نداشت. اما چرا سود خانم داستان ما اینجا بیشتر از اینجا هست؟ به این دلیل که با همن و خب دوست نداره بره تنها بشینه یک کنسرت رو تماشا بکنه و اینجا داره سود بیشتری به دست میاره. و همین داستان اینجا هم برقراره، یعنی اگر هر دو برن به استراوینسکی، خانم سه واحد خوشحال میشه و آقا دو واحد خوشحال میشه، به این دلیل که با همن و خب خانم استراوینسکی رو بیشتر دوست داره. خب این یک بازیه که مدل میکنه یک درگیری خیلی ساده و خیلی وقتا در گروه‌های دوستی همین درگیری شکل میگیره، یعنی همه دوست دارن امشب 5 نفری از دانشگاه که می‌خوایم بریم خونه همه با هم بریم یک جایی، مثلا بریم شام بخوریم، نمی‌خوایم در 5 رستوران مختلف بریم، ولی هر کدوم از ما یک رستوران رو ترجیح میده و این درگیریه که ما همه روزه باهاش مواجه هستیم. بریم ببینیم که تعادل نشه این بازی رو ما چجوری باید به دست بیاریم. خب بذارید من از همین نقطه 1 شروع بکنم. در نقطه 1 هر دو دارن میرن به کنسرت باخ و فرض کنیم که خانم میخواد با خودش تصمیم بگیره که آیا کار خوبی هست بره به کنسرت باخ یا نه. خانم با خودش میگه که اگر آقا بازیش رو در همین باخ ثابت نگه داره و تصمیمش رو عوض نکنه، در این صورت من اگر به جای باخ برم به استراوینسکی، به جای دو واحد خوشحالی یک واحد خوشحالی نصیبم میشه، چون دیگه با هم نیستیم، هرچند دارم میرم کنسرتی دوست دارم. و بنابراین این کار رو نمیکنه، یعنی انگیزه برای تغییر نداره و سودش بیشتر نمیشه. آقا هم همینطور، آقا با خودش میگه اگر خانوم بره کنسرت باخ، در این صورت من اگر به جای باخ برم به استراوینسکی، سودم از 3 میشه 0. پس چرا باید این کارو بکنم؟ این کار رو نمیکنم. در نتیجه هیچ بازیگری نیست که در صورت تغییر بازی سودش بیشتر بشه و این نقطه یک تعادل نشه این بازی هست. خب بریم سراغ نقطه، مثلا این نقطه 3. خب این 2 اون 3. در نقطه 3 فرض کنید خانوم با خودش میگه خب اگر آقا بازیش رو در باخ ثابت نگه داره، در این صورت من اگر برم به استراوینسکی که الان دارم میرم یه دونه به دست میارم، ولی اگر بازیم رو عوض بکنم و برم به باخ دو تا خوشحال میشم و این به نفع من هست، یعنی سود من داره بیشتر میشه و بنابراین نقطه 3 تعادل نش نمیتونه باشه، چون سود این بازیگر ما یعنی خانوم با تغییر بازیش بیشتر شد و انگیزه داره برای تغییر. خب نقطه 2 رو هم خیلی راحت خودتون میتونید نشون بدید که تعادل نش نیست، چون هر بازیگری هر تغییری بده تصمیمش رو سودش بیشتر میشه. و نقطه 4 رو هم میتونید درست مانند نقطه 1 نشون بدید که یک تعادل نش هست، یعنی هیچ بازیگری انگیزه‌ای برای تغییر بازیش نداره. من مثلا فقط آقا رو نشون میدم. فرض کنید ما در نقطه 4 هستیم، آقا داره میره به استراوینسکی و خانم داره میره به استراوینسکی. در این صورت آقا با خودش میگه خب اگر خانم بازیش رو ثابت نگه داره، من اگر به جای استراوینسکی که دوتا به هم سود میده برم به باخ، در این صورت من یه دونه سود به دست میارم، یعنی میام به این نقطه، یعنی آقا بازیش رو از استراوینسکی تبدیل کنه به باخ، در این صورت به جای 2 یه دونه سود به دست میاره و سودش کم میشه، پس این کار رو نمیکنه و به همین ترتیب خانم هم بازیش رو عوض نمیکنه و این نقطه تعادل نشه. نقطه 1 هم که تعادل نش بود، پس این بازی دو تا تعادل نش داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که طبق پیش بینی که نظریه بازی ها برای ما میکنه، یکی از این دو خروجی رخ خواهد داد و خب فکر کنم با من موافقید که پیشبینی نظریه بازی ها پیشبینی خوبی هم هست، چون ما با دوست هامون که مثلا بعد از دانشگاه میریم رستوران 10 نفری همه میریم یه جا، یعنی در نهایت تصمیمی که گرفته میشه همینه. خانم ها و آقایون وقتی که یک زوج جوان با هم میرن کنسرت، در نهایت میرن یک جا و خیلی کم پیش میاد که یکی بره یک کنسرت و یکی بره یک کنسرت دیگه. خب فکر میکنم برای تعریف شهودی تعادل نش این جلسه کافیه. در جلسه بعد میبینمتون. خداحافظ.